کل نفس ذائقه الموت. اللهم تعال میگه هر انسان و هر نفسی که در زمین و در روی دنیا میایه چشنده مرگ و موته. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عزیزترین کس به اللهم تعال که بعد از خدا بزرگ، توی قصه مختصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میبینه. اصلا قضیه مرگ و آخرت گرایی انسان را به اعمال نیکو و شایسته تشویق میکنه. ایدیسیان این معلوم نیه که اگر دغمه های خانه خور بستین و از خانه بیرو شدین، فردا یا آخر روز این دغمه ها چه کسی باز میکنه تا بدن ما رو بشویه. همی پدر و مادر و همی همسر و همی فرزندانی که عزیزترین کس ایدیشان برای شخص هستن، وقتی که انسان وفات میکنه 5 ساعت تمام پشت سر هم شما رو داخل خونه نگاه نمیدارن و بیرون میکنن. پدر و مادری که عزیزترین کسن و فرزندی که عزیزترین کسه، زودتر جسد رو به طرف قبر میبره و این انسان رو به خاک سیاه به ودیت میگذاره. عاقبت خاک شود حسن و جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو. قرعه امروز به نام من و فردا دگریست، تیر اجل میخورد بر پروبال من و تو. امروز از اگر یک مرده وفات کرده، فردا یک دیگه حتما وفات میکنه. ایدیسیان هیچ کس نسبت به آیه الله متعال استثنا نیه. مسلمان و کافر همه باید بمیرن، همه باید طعم مرگ رو بچشن، کافر و مسلمان. جورج بوش، پدر جورج واکر بوش، جورج خرد و جورج بزرگ که میگن، این کسی بود که یک جنگ بزرگی در عراق ایجاد کرد و باعث ازی شد که خیلی از مسلمان ها اونجاگاه شهید شن، ولی خود از او هم مرد و از بین رفت. حتی از میان انسان ها همه باید بمیرن. الله متعال برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان حیات از اینا میگه انک میت و انهم میتون. ای محمد، تو هم میمیری و ای دوستان ماحول تو و اصحاب هم میمیرن، همه میمیرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که زندگانی از اونار آخرین لحظات عمر از اونار انسان میخونه، به وجد میایه. وقتی که سر از اونا در آغوش و ران حضرت عایشه گذاشته و از بس که سکرات الموت بر آنها فشار آورده، عرق میکنن و میگن ان للموت سکرات. میگن ای عایشه، مرگ سختی داره. پس این مرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اذیت کرد. ما انسان ها رو حتما اذیت میکنه. بیاین که برای از این مرگ آمادگی بگیرین، طاعت الله متعال رو بیشتر انجام بدین. بله دقیقاً سویر جان، مرگ یک قضیه داره بسیار مهمتر از دیگه قضیه های زندگی انسان. انسان با این آیت الله متعال کل نفس ذائقه الموت به حقایق بسیار مهم در زندگی خود دست پیدا میکنه. میفهمه که تو پایان داری و بعد که از این دنیا رخت سفر ببندی و بری، دقیقاً از کنار هم عزیزان خود دور بشی. یک بار تصور بکنیم سری جان که اگر مرگ نمی بود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر مرگ نمی بود، انسان انگیزه بلند شدن از تخت خواب و رفتن به سوی کار و تلاش و ممارست کردن و بالاخره عرق ریختن و رنج دیدن رو نداشت. امین مرگ که برای انسان می فهمانه که تو بخی از جای خود بلند شو، به عبادت و اطاعت الله متعال بپرداز، در زندگی خود با برنامه باش، دست فقیر رو بگیر. چری؟ چرا که تو پایانی داری، قراره که تو تمام اعمال و رفتاری که در زندگی خود انجام میدی اینا حساب و کتاب بشه در آخرت. انسان ها همه در دنیا هستن، با یکی دوست و با یکی دشمن. خداوند متعال چیزی با میفرمایه و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدین. روزی که عشق میشن تمام انسان ها همگی فکر میکنن که چند لحظه در این دنیا بودن که تا خود بشناسن، نه فراتر از او. با به تحقیق کسان خسران و زیان کردن که لقا و مواجه شدن و مقابله شدن با الله متعال دروغ پنداشتن و این روز آخرت در حقیقت به این روز ایمان نداشتن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. خداوند متعال میگه که بر شما ملک موت، ملک مرگ گماشته شده که به زودی جان شما رو میگیره و شما به نزد پروردگار خود رجوع میکنه. در این مرگ
سه درس اساسی نفته سویر جان، یکی درس تعزیه، یکی درس تسلیه و یکی دیگه درس تزهید. در درس تعزیه ای آیه برای تمام خانواده که به اعضای عضو از خانواده خود نشستن میفهمانه که شما اولین خانواده اینین که عضو خود را از دست دادین و نه هم آخرین خانواده این که عضو خود را از دست دادین. تمام نسل ها و تمام خانواده هایی که بعد از شما بیاین و متولد بشن اینها هم میمیرن. در دست تسلیه برای خود میتی که مرده میفهمانه الله متعال که تو تنها نیمردی، حتی امی کسایی که در تشییع جنازه تو شرکت دارن اینها هم روزه میبیرن، امروز، فردا و پس فردا. و از امامیتر درس تسهید داره، درس زهد، درس تقوا، درس پریزگاری که ای انسانهای زنده شما متوجه باشین، متوجه اوامر و نواهی الله متعال که شما هم پایان داره تا در حساب و کتاب خود خود به نتیجه و ثمره که آرزوی از او دارین دست پیدا بکنیم. من فکر میکنم ایدیس شان مرگ یک دوایه و یک دارویه برای کسایی که کبر دارن. بله. برای کسایی که بزرگ منشن، دوست دارن از همه بزرگتر حرف زنن، دوست دارن از همه بالاتر بنشینن. ابراهیم عدهم یک مقولی بسیار جالب داره، میگه ای انسان تو چرا تکبر میکنی و کبر میکنی در حالی که اولو که نطفه و آخرو که جیفه. اولتو نطفه و آب گندیده، آخرتو هم یک لاشه بدبویه که میمیری. همه باید بمیرن، همه باید طعم مرگ رو بچشن، اما چه مرگی بهتر از شهادت؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن اگر کسی بمیره و او آرزوی شهادت رو نداشته باشه او بر شعبه از شعبه های نفاق مرده. زمین حق نداره که جسد پیامبر و شهید را بخوره. ایدیسیون ای شوخی نیه که صحابی چند تا خرما با دست از اونو میخواه و خرما رو میل کنه، برای از او خبر میرسه که جهاد و شهادت و خرما ها به زمین میاندازه و میگه من اینقدر فاصله میان خود و بهشت ایجاد نمیکنم. بعد به محض ازی که به میدان جهاد وارد میشه شهید میشه. بهتره حال که قاعده الله متعال بر از اینه که ما میمیریم خوبه که مردن ما برای شهادت باشه. بله. بهترین راه مردن، مردن در راه دعوت الله متعال. در هر جا که باشیم اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، در هر جا که باشیم مرگ به سراغ شما میایه. اگرچه در ساختمان ها و آپارتمان های بلند منزل و شیک و مفشن و منقش هم باشیم مرگ میایه و شما رو فرا میگیره. خوبه که انشالله آمادگی مرگ رو داشته باشین. بهترین چیزی که ایدیسیان انسان رو به یاد مرگ میاندازه رفتن به سر قبره. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماین اذکروا عظم اللذات، چیزی که لذت ها رو از بین میبره یاد کنین و اون مرگه. چه قسم میتونیم مرگ رو یاد کنین؟ اینه که در چشی جنازه ها شریک شیم، به زیارت القبور برین، ببینین که این جوانی بوده به مثل ما ولی سکته قلبی کرده، سکته مغزی کرده، وفات کرده. انسان حتما باید بمیره و به ملاقات الله متعال بره. بله. در کنار گفته های شما سویر جان، خداوند متعال هر بیماری که آفریده در پهلو از او دارو از او هم آفریده. ان لکل داء دواء. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان که برای هر دردی که الله متعال آفریده دارو از او آفریده. الا الموت، مگر برای بیماری و درد موت هیچ دوا و داروی آفریده نشده. بعد تمام انسان ها این مرگ بچشن و بمیرن و از این دنیا برن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث چقدر زیبا در مورد مرگ میفرمایند: لو تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت ما اکلتم طعاما على شهوة ابدا ولا شربتم شرابا على شهوة ابدا. بسیار جالب. اگر شما میفهمیدین که بعد از مرگ با چی چیزهای مواجه میشین و چی چیزهای میبینین، ایج وقت غذای از رو شهوت نمیخوردین و نه هم شراب و نوشیدنی از رو شهوت مینوشیدین. حتی در اخیر حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لوددت انی شجره اعضد ثم اوکل. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فرد آنقدر آرزو میکنه که ای کاش من یک درختی میبودم، همه ساله رشد میکردم و قطع میشدم و ثمره می گرفته میشد، باز رشد میکردم و قطع میشدم. انسان بعد در زندگی خود متوجه از این مرگ باشه و برنامه ریزی بکنه برای دیدار درست با الله متعال. کل
نفس ذائقة الموت، هر شخص چشنده مرگ می باشد. جناب استاد عزیز و بزرگوار استاد عبدالخالق احسان، به برنامه خیر مقدم آمدین و خیلی تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. تشکر، هر سال دارم خدمت شما و برنامه خوب شما. تشکر جناب استاد. جناب استاد عزیز، آیه ای که تلاوت کردم میخوایم بدانم و بفهمم و زیاد مشتاقم که بفهمم این آیه مبارکه در زندگی شما چه قسم تبلور کرده و چی تأثیرات گذاشته. سوال خیلی مهمیه. وقت این قضیه مرگ در زندگی همه ما وجود داره، همه ما دیدیم، دوستان، آشناهان، کسان زیاد دیدیم که مرگ چشیدن، یعنی طعم تلخ مرگ رو مزه مزه کردن. وقت این مرگ مسیر زندگی همه ما است. مرگ هیچ کدوم ما رو معاف نمی کنه، هیچ کدوم ما نمی بخشه. همه باید به این مسیر بریم. و از طرف دیگه مرگ پایان زندگی ما نیست، مرگ یک مرحله است، گویا که ما را از یک مرحله مرحله دیگر انتقال میده و مرحله ای که نمیفهم چه وقت میایه. مرگ یکی از ویژگیهاش اینه که وقت آمدنش معلوم نیست. خیلی ها ناگهان ما دیدیم که آمده، زیاد شنیدیم که با کسی خبر میشن که فلانی وفات کرده، خیلی ها شوکه میشن که دیروز با او صحبت کردم، دیروز همراهش بودم، یک ساعت پیش زنگ زدم براش که بود، زنده بود، نیست، حالا نیست دیگه. همه قصه مرگ به سراغ هر کدوم ما میایه و ناگهان ما رو غافلگیر کرده و زندگی ما رو ختم میکرد. البته زندگی کامل ما ختم نمیشه، زندگی دیگر شروع میشه، زندگی ابدی و زندگی اخروی است که با مرگ او آغاز میکرده. وقتی که مرگ آمدنش ناگهانی است و ما رو غافلگیر میکنه و ما هیچ امان نمیده، هیچ از ما اجازه نمیگیره، هیچ فرصت برای ما نمیده، تقاضای اینه که باید برای مرگ آمادگی بگیریم، برای مرگ آماده باشیم، به خود چیزی ببریم. یک سفر است، یک سفر ناگهانی. در سفرهای دنیوی که ما داریم غالبا ما آمادگی میگیریم، توشه سفر برمیداریم، از مسیر و همه چیز خود آماده میکنیم، امنیت مسیر نگاه میکنیم و آزوغه خود برمیداریم، همه چیز آماده میکنیم. اما قضیه مرگ که میرد هیچ چیز آماده نیست، مرگ که قبلا آماده کرده باشه. اگر قبلا برای مرگ آماده گرفته باشیم، توشه برداشته باشیم، کار ما خوب است. بعد از مرگ ما راحت استیم. و اگر توشه خوب بر نگرفتیم و بدون توشه رفتیم، بعد از مرگ حالت ما وخیم است، با خیلی مشکل دچار میشیم. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که وقت انسان بمیره تا سر قبر سه چیز به او همراه هست. دقیقاً وقت تا سر قبر میره، اقارب به او میرن، خشوندن او هستن تا سر قبر، دارایی هم وجود دارن روز که دنبالش است. وقتی که انسان به قبر نهاده شد، از این سه چیز که عمل بود و دارایی بود و اقارب بود، اقاره برمیگردن به دنبال به خانه خود، دوباره زندگی خود میرن. شاید چند روز غمگین باشن، دیگه زندگیشون عادی میشه. دارایی هم تقسیم میشه بین ورثه. میمان عمل، اگر عمل خوب داشتیم در قبر خوشبختیم، نجات میابیم، پیروزی از ما هست. اگر عمل خوب نداشتیم بدبختیم، نگونساری از ما خواهد بود. اونجا با انواع عذاب دچار خواهیم شد که پیشیمانی راه حل نداره. حالا خیلی اشتباه در دنیا ما اگه بکنیم، راه حل پیشیمانی داره، مثل جبران بکنیم، میشه به اصطلاح قضایی بیاری. اما قضیه وقتی که مرگ رسیدیم و اونجا دیگه اعمال خوب نداشتیم، پشیمان میشیم، پشیمانی سود نداره دیگه، جبران نمیشه دیگه، چانس دوی وجود نداره دیگه، نمیتونیم قضایی بیاریم اشتباهات خود. به خاطر از ما میطلبه به ایسی یک انسان هدفمند، انسان هوشیار، انسانی که هر روز میبینه مرگ اومده. خیلی قضایی شد ما با چیزا نفهمیم که کی به وجود بیاد، بگیم معذور هستیم خبر نداشتیم. قضیه مرگ چیزی نیست که اصلا نفهمه. همه ما به چشم سر دیدیم اقارب ما وفات کردن، دیدیم کسی ناگهان وفات کرد، دیدیم یک حیوان دیگر وفات کرد. این مرگ خوب آیه شما خوانده و آیه قرآنی میگه که هر نفس، هر زنده جان میمیره. دیدیم خیلی چیزا مردن، خیلی اشیاء مردن، خیلی حشرات، موجودات و حیوانات مردن. پس مرگ هر لحظه امکان است که بیایه. از ما میطلبه مطلوب اینه که برای مرگ یک سفر ناگهانی، یک سفر مهم، هم ناگهانی است، هم مهم است، هم برای ما خبر نمیده، هم ما متوجه نمیکنه ناگهان میای. خوبه که برای چنین سفر مهم و حیاتی که سرنوشت ما تعیین میکنه، سرنوشت ما به این سفر مشخص میشه، یا خوب یا بد، یا نجات یا هلاکت. به قضیه ما وقت نگاه میکنیم و به اطراف خود نگاه بکنیم، زیاد حوادث داریم ما. وی شرایط امروزی حوادث زیاد هست که
بی خبر ما را به کام مرگ میکشانه. از زلزله ها نگاه بکنن که بی امسال زلزله بسیار ویرانگر در ترکیه و سوریه دیدیم. در افغانستان زلزله بود یا حادثه رو چند وقت پیش شده بود و حوادث ترافیکی که هر روز شاهدیم، هر روز به اخبار میبینیم، هر روز اقاره ما خبر میشیم، هر روز صفحات اجتماعی خبر میشیم که حادثه رو خوده و این مرگ کار میکنه که یک از دیگه ویژگی‌های مرگ اینه که روابط ما قطع میکنه. ما در دنیا تو که زنده ایم ما دیگه ارتباط داریم از طریق اقارب، خشوانه، از طریق وسائل اجتماعی که حالا زیاد شده، رسانه ها، موبایل، اینترنت، بخش های اینترنت که از صفحات فیسبوک و تلگرام و واتساپ اینا باشه، همه ای ارتباطات برقرار است. لحظه ای که مرگ آمد کل ارتباطات قطع میشه، دیگه کسی با ما نمیتونه زنگ بزنه، دیگه کسی تماس ما رو جواب تماس کسی جواب داده نمیتونیم، دیگه با پیام کسی جواب داده نمیتونیم، کل روابط قطع میشه. وقتی روابط ما هم قطع میشه کسی با ما کمک کرده نمیتونه و ما نیاز خود از کسی خواسته نمیتونیم و کسی به داد ما نمیرسه. به خاطر همه این چیزها هست که ارتباط ما قطع میشه، ناگهانی میایه و زندگی ما متحول میکنه، پایان کار ما هست. در دنیا هر چی کار کردیم با ما ختم میشه، دیگه به درد ما نمیخوره مگر اعمال ما. خوبه که با این مگر با این تصور با نگاه بکنیم، با این تصور با مرگ تعامل بکنیم، با این تصور برای مرگ آمادگی بگیریم. شکر جناب استاد عزیز و بزرگوار استاد عبدالخالق احسان از اینکه به برنامه تشریف آوردین و قدر من جفل بودین. تشکر، سلامت باشید. كل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگه. در این هیچ شک وجود نداره که پایان همگی ما به مرگه. نحیا لنموت و نموت لنحیا، ما زنده شدیم تا بمیریم و میمیریم تا دوباره زنده بشیم و به زندگی خالد و همیشگی خود برسیم. وقتی که بنده مؤمن داخل قبر گذاشته میشه، قبر برای از او میگه مرحبا و اهلا، خوش آمدی. اما وقتی که بنده غیر مؤمن داخل قبر گذاشته میشه میگه لا مرحبا ولا اهلا، خوش نیامدی. وقتی که مؤمن به داخل قبر گذاشته میشه، قبر چی میگه؟ میگه انا بیت الغربه، انا بیت التراب، انا بیت الدود، انا بیت الضیق و انا بیت الوحده، ما خانه قربتم، ما خانه تنهاییم، ما خانه ضیق و تنگیم، ما خانه خاکم. وقتی که تو داخلی قبر گذاشته شدی، پس بفهم که باید تو رابطه محکمی با الله متعال داشته باشی که در این قبر که هیچ کس جز الله متعال باتونیه، تو با او باشی و امرای از او در با خود داشته باشی. تا مادامی که در زندگی رابطه انسان با الله متعال مستحکم باشه، جایگاه خوبی در قبر داره. اما قسم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حالت انسان از دو حالت خالی نیه در داخل قبر، یا باقی از باقهای بهش و یا گودالی از گودالهای جهنم و آتش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر دعای جالب داشتن، میگفتن اللهم احینی ما کانت الحیات خیر لی و امیتنی ما کان الموت خیر لی، مر زنده نگهدار تا مادامی که زنده بودن به خیر منه و مر بمیران تا مادامی که مرگ به خیر منه. ما هم در زندگی خود متوجه برنامه و قدم گذاشتن های خوب باشیم. همون قسمه اصلا ایدیسیان و سیرجان، یک سوالی که بعضی جوان ها میکنن، میگن که قیامت کی برپا میشه؟ قیامت چه وقته؟ هزار سال، ده هزار سال بعد، چی اندازه بعد ما قیامت رو میبینیم؟ یک سوال از اونه. جواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میده، میگن زمانی که فرد میمیره فقط قامت قیامته، قیامت از او برپا میشه. اونجا دیگه باید از ذره ذره اعمال خود جواب بده. کامره ها هم رو ثبت کرده، نه کامره های مجازی و عادی ما و سطحی ما و شما، کامره های دقیق الله متعال همه چیز رو ثبت کرده و باید جواب بده. میگن یک بزرگی میای به پیش یک نفر، میگه که اگر تو به تو خبر برسونن که فردا میخوای بمیری، آخرین نماز چه قسمی میخونی؟ میگه خب واضح خیلی طولانی میخونم. میگه حال تو خبری که کی وفات میکنی؟ میگه نه. میگه شاید فردا وفات کنی، شاید یک دقیقه بعد وفات کنی، پس نمازی که میخوانی تصور کن که این نماز آخرین نماز تو خواهد بود. بزرگای دین همین قسم بودن، هر زمان که به نماز ملاقات الله متعال استاد میشدن، این تصور میکردن که این نماز آخرین نماز مانه. برادرای عزیز، به هر صورت، در هر حالت، به هر قدر از مال و منال دنیا که برسیم میمیریم. بدون شک شاعر میگه مال دنیا نشود صد درهم مرگ کسی،
گیرم این کل جهان باشد از آن من و تو. تمام دنیا هم اگر از تو باشه باز هم میمیری و وفات میکنی. یک چیز از امشب ان شاء الله با خود درس بگیریم، ای که اعمال خیر خود زیاد انجام بدین تا ای که الله متعال مرگ و وفات ما با همو عمل بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند یبعث کل عبد علی ما مات علیه، بنده به هر حالتی که وفات کرده به همو حالت برانگیخته میشه و به صحرای محشر میآید. اگر در حال نماز خواندن باشه در حال نماز خواندن از قبر بلند میشه، اگر خدای نخواسته در حال شرابخوری باشه با همون شرابخوری، اگر در حال دروغ گفتن دروغ وفات کرده باشه و غیبت کسر کرده باشه و سرقت مال کسر کرده باشه و حق کسر تلف کرده باشه با همون حالت زنده میشه. ان شاء الله با هم تصمیم بگیریم که با انجام و تداوم اعمال نیک ان شاء الله با همون عمل نیک وفات بکنین و در قیامت با همون عمل نیک به سوی الله متعال بشتابین. ابو قسم سهیل جان، باید به سوی الله متعال بشتابیم و رجوع بکنیم. اصلا وقتی که بیایم ای آیه شریفه رو بخونیم، ای آیه شریفه یک شأن نزول جالبی داره. ادریس جان، وقتی که کفار قریش و مشرکین آمدن و با هم مشوره کردن، گفتن نتربص به ریب المنون، ما کناتونستیم از پس ای پیامبر بر بیاییم، پس منتظر میمونین که حوادث روزگار و تلخی روزگار به این پیامبر برسه و ایر از پادر بیاره و از بین ما ایر بگیره. به خاطر تسلی خاطر و به خاطر فهماندن کفار قریش و به خاطر تسلی خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم، الله متعال ای آیه نازل کرد کل نفس ذائقه، تمام هر کسی که هست، تمام موجودات و تمام بشریت چشنده مرگ هستند. ابن عباس رضی الله عنه خیلی گپ جالبی میفرمایند در ذیل از آیه، میگن قبل از اینکه ما مزه مرگ بچشیم در میادین مختلف امتحان میشیم، در میدان های فقر و ثروتمندی، مریضی و صحتمندی، حلال و حرام، سختی و آسانی، و وقتی که خواسته باشیم از این میدان ها کامیاب بدر بشیم، وقتی که مرگ به سوی ما میآید کامیاب باشیم، باید به دو عمل متوسل بشیم. اول عمل شکر در میدانهای سهل و آسانی و نعمتی که الله متعال برای ما میده، و دوم فعل و عمل صبر که الله متعال وقتی که سختی به سوی ما میاره، وقتی که مریضی برای ما میده، باید با صبر با او عمل مقابله بکنیم، با او سختی مقابله بکنیم تا اینکه وقتی که وفات میکنیم یک اندوخته در ذخایر عملی خودشته باشیم. بزرگان میفرمایند انسان قبل از مرگ خود در دو میدان امتحان میشه، یکی احکام شرعی حلال و حرام و یکم احکام قدری مانند خیر و شر که الله متعال او ابتلا و آزمایش میکنه، و از طریق همی امتحانای که او سکرات مرگ برای خود آسان میکنه. ببینین وقتی که الله متعال حالات کسانی که آیات الله متعال رد کردن و قبول نکردن، الله متعال خیلی جالب میفرمایه، میگه ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسهم. الله متعال میگه اونایی که آیات من رد کردن و ظلم بر نفس خود کردن، ملائکه در حالی که دستان خرباز کردن و برای از اونا زجر آمیز و از روی توبیخ میگن که بیرون کنین نفسهای خور و نفسهای خور به دست ما تسلیم بدین، و اونا رو به طرف جهنم روانه میکنن. چرا؟ چون در خود به نفس خود ظلم کردن و آیات الله متعال را انکار کردن. اما او بنده ای که در این میدان های ابتلا و آزمایش به خوبی و خوشی به در شده باشه، الله متعال برای از او میگه ای نفس آرمیده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس آرمیده و آرامش یافته بیرون بشو و طرف پروردگار خو در حال برو که تو خوشایندی و خداپسندی. و انسان در زندگی باید بین رجا و خوف، امید و ترس زندگی بکنه. جوانهای امروزی رو میبینیم میگن که ای جوانی خور ما سعد تیری نکنیم کی سعد تیری بکنیم، ای جوانی ما غرق نعمت نباشیم در ای جوانی کی غرق نعمت باشیم، همیشه از مرگ تذکر یافتن، همیشه از مرگ گفتن، ای خو کار ناپسند شاید باشه. نه، باید انسان مسلمان در بین امید و ترس زندگی بکنه. وقتی که آیات
خوفناک الله متعال میخونه امید به رحمت الله متعال داشته باشه و وقتی که آیات بشارت الله متعال میخونه بدرسه از روزی که به پیش الله متعال استاده میشه و نامه اعمال از او باز میشه. از این خاطر ما از نعمات از این دنیا هم استفاده میکنین، اما آخر شب با این نفس خو یک محاسبه هم داریم که اگر مرگ امشب خدای نکرده به سراغم بیایه، امروز ما برای این مرگ چی اندوخته ای دارم، در ذخیره اعمال خو چی ذخیره کردم. از این خاطر الله متعال توفیق بده که در این ماه مبارک رمضان، در شب و روزها و در ثانیه و ثانیه این ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم و برای مرگ خو اندوخته جمع بکنیم و ذخیره اعمال خور پر از اعمال نیک بکنیم انشاءالله.